ای ساقیا مستانه رو، آن یار را آواز ده. گر او نمی آید بگو آن دل که بردی باز ده. افتادم در کوی تو، پیچیدم بر موی تو، مست رخ نیکوی تو، آن دل که بردی باز ده. بنگر که مشتاق تو هم، مجنون غمناک تو هم، گرچه که من خاک تو هم، آن دل که بردی باز ده. ای دلبر زیبای من، ای سرو خوشبالای من، لعل لبت حلوای من، آن دل که بردی باز ده. ما را به غم کردی رها، شرمی نکردی از خدا، اکنون بیا بهر خدا آن دل که بردی باز ده. تا چند خون ریزی کنی، با عاشقان تیزی کنی، خود قصد تبریزی کنی، آن دل که بردی باز ده. از عشق تو شاد آمدم، از هجر آزاد آمدم، پیش تو بر داد آمدم، آن دل که بردی باز ده. تو وات رنگ تلا چشای تو در یاس گل، اگر صورتت مثل گله لالی سهراس گل، اگر خیلی وقتم خومت این خودت خوب میدانی، دل من عاشقشی تا خیلی شیداس گل، اگر یه وجه بچه بودی خاندان آمد کوچمان، با ما هم بازی شدی حرف قدیم از گل، اگر با ما هم بازی شدی حرف قدیم از گل، اگر تو خانه که برات دست نگیرم، گل ما چه جور بگم او دست آواز گل، اگر بره هر چی شد بشه ما که یه روز وا شدیم، تو که هی مال منی منم که پیداست گل، اگر ننمم فهمیدم ما اندیره دوست داریم، دوست روز خانمان شین و ایلاس گل، اگر دوست روز خانمان شین و ایلاس گل، اگر شام جوان بودن کم دست گل دادن رو، اینم از اقبال و شار ای ما جوان از گل، اگر مدیه حاصل نرم مگه صبرم چنیه، خوش به حال کسی که بی کس تن از گل، اگر آبرو مرفته دیه هر که یه حرفی میزنه، یه کلاغ و چل کلاغ از همه بال از گل، اگر یه کلاغ و چل کلاغ از همه بال از گل، اگر سیم شاب بینمت
غریبان منتظرم، آخه بی تو شو من شام غریب با درودی گرم. داریوش واقعی هستم در برنامه این روزها و خیلی خوشحالم که بیننده این برنامه هست. این برنامه روزهای دوشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 6 عصر و بقیه روز هم ساعت 4 عصر به وقت لس آنجلس تقدیم شما میشه. تکرار برنامه فردا ساعت 6 صبح، 6 تا 7 صبح میتونین ملاحظه کنین روی یوتیوب تلویزیون پارس، یعنی youtube.com/تلویزیون پارس تیوی. اگه برید میتونید همه برنامه های قبل این روزها و همه برنامه های تلویزیون رو هم ملاحظه بفرمایید. اینم برای دوستانی که زنگ میزنن و ساعت های برنامه رو هنوز جویان بعد از 10 سال که در فقط این تلویزیون پارس برنامه رو داریم انجام میکنیم. عرضم به حضورتون که حدود 9 سال پیش تو یکی از روستاهای مازندران تعزیه بود. تو تعزیه بعد از اینکه امام حسین رو شهید کردن، خیمه ها رو هم آتیش زدن. یکی از پیرمردا که تماشاچی این تعزیه بود، خونش هم نزدیک جایگاه تعزیه بود، خیلی احساساتی و عصبانی و غیرتی شد که چرا با زن و بچه امام حسین چنین رفتار نامردی و بی‌انصافی کردن. رفت خونه تبر گرفت، آورد که حساب شمر و قاتلین امام حسین رو برسه. بعد از اینکه اومد دید تعزیه به پایان رسیده، از یکی از بانیان تعزیه پرسید که این شمر رو طرفداراش کجا رفتن؟ بهش گفتن که شمر و بقیه مجریان تعزیه رفتن تو رختکن، تو زیر زمین. پیر مرد حکایت ما وقتی رفت داخل چادر که شمر رو با تبر دو شقه کنه، دید که شمر و امام حسین تعزیه ما کنار هم نشستن و در حال خندیدن هستن و دارن پولایی که مردم به عنوان نذری به اونا دادن تقسیم میکنن. پیر مرد بنده خدا وقتی این صحنه رو دید خشکش زد. مجریان نقش امام حسین و شمرن وقتی پیرمرد رو با تبر و چهره برافروخته دیدن متوجه نیت پیرمرد ساده شدند و دستشو گرفتن و پیش خودشون نشوندن و قضیه تعزیه رو برای توضیح دادن. گفتن ما دو نفر، یعنی شمر و امام حسین تعزیه، با هم پسر خاله ایم و فقط هر کدوم داریم نقش بازی میکنیم. صحنه سیاسی هم همینه. در جمهوری اسلامی الان یک گروه نقش آدم مثبت ها رو بازی میکنن، یک گروه دیگه نقش آدم منفی ها رو، ولی پشت صحنه و تو رختکن که رفتن پول ملت و مملکت رو بین خودشون تقسیم میکنن و بچه هاشون هم با این پول تو کشورهای غربی دنبال عیش و نوشن و به ریش ما هم میخندن. یه ویدیو من دارم، اجازه بدید ببینم کجاست. تو قسمت دوم نشونتون میدم اینو که همین پشت صحنه همین مناظرات سیاسیه که خیلی جالبه. همین درست همین جریان تعزیه است که اینا چجوری دارن سر ملت رو شیره میمالن در هر صورت. اما بریم بعد این روزها داغ این مناظرات تلویزیونی و مصاحبه هایی که میکنن راجع به این انتخابات و اینکه آقا این انتخابات کی گفته، کی اگر قرار بود در کشورهای دیکتاتوری انتخابات رأی دادن چیزی رو عوض کنه، مطمئن باشید که اجازه رأی دادن به کسی نمیدادن. این کلیپو نگاه کنین. انتخابات مطمئن رو کی میگه؟ اصطلاحاتش که حالا کی میگه؟ شخص شورای نگهبان میگه، مجلس خبرگان میگه. از من بپرس به چه کسی رأی خواهید داد، جواب من که به هیچ کس. در این مجموعه مدعیان خارج از این مجموعه آدم های زیاد لایق زیادی داریم ما، در همین کشور آدم های لایق زیادی داریم، اما در این مجموعه اصولگرا اصلاح طلب هیچ کسی دیگه وجود نداره که من بهش رأی بدم. تفکر ما باید به دست کسانی است که الفبای سیاست رو هم نمیدونن، الفبای مدیریت رو هم نمیدونن، همه شون هم دکتر، اخیرا هم که رفت شده پروفسور. بعدش هم فکر میکنم پروفسور یک درجه ایش بالاتر است دکترا. نمیدونم پروفسور یعنی معلم، حالا معلم دانشگاه یا معلم دبستان هست یا دبیرستان، بهش میگه پروفسور. پروفسوره ها، ما حتی یک کلمه رو هم نمیفهمیم.
آقای احمدی‌نژاد، آقای خاتمی، آقای حسن روحانی، مگر شما رو از کره مریخ آوردند؟ شما از ناف جمهوری اسلامی با این ترکیب ولایت فقیه هستید. چی میخواد بگذارن شما رو؟ چی کار بکنید؟ شما نمیتوانید کاری بکنید در این چارچوب. عباس معروفی زنده یاد، عباس معروفی یه جایی نوشته بود آدم در تنهایی است که میپوسه و پوک میشه و خودش هم حالیش نیست. میدونی تنهایی مثل تای کفش میمونه، یه باره نگاه میکنی میبینی سوراخ شده، یه باره میفهمی که یه چیزی دیگه نیست. بیشتر آدمای دنیا تو هر شغلی که باشن از خودشون هرگز نمیپرسن چرا چنین شغلی دارن. چیزهای دیگه ای هم هست که آدم دنبال دلیلش نمیگرده. یکیش مثل تنهاییه. خیلی ها فکر میکنن که سلامتی بزرگترین نعمته، ولی سخت تو اشتباهن. وقتی سالم باشی و تو تنهایی دست و پا بزنی آنی مریض میشی، بدترین نحوست ها میاد سراغت، غم از در و دیوارت میباره، کپک میزنی. کاش مریض باشی ولی تنها نباشی. بریم صحبت‌های مهرآیین رو با هم گوش بدیم راجع به انتخابات و جلسه‌ای که با خاتمی داشته، که بدونید چقدر همه چی پوچه و همه چی زیر سلطه ولی فقیه. اصلاحات تنزل پیدا کرده به زبان هدی صابر به لابیگری سیاسی، به گرفتن امتیاز، به گرفتن فرصت، به گرفتن به قول آقای خود آقای خاتمی. ما میریم التماس میکنیم 3 تا نماینده به اون بدن. الان من معتقدم آقای خاتمی معامله کرده، شک ندارم. ببینیم من این قصه رو بگم، نگفتم تا الان ولی الان میگم و ایرادی هم نداره شما همین قصه رو پخشش کنین. سال 92 آقای مهندس، من با یکی دیگر از خانم‌هایی که توی مؤسسه رخداد استاد بود و از زنان متفکر جامعه ماست، ایشون امکانو فراهم کرد که ما بریم پیش آقای خاتمی. من به عنوان رئیس مؤسسه رخداد تازه که 10,000 عضو داشت، اونجا توی تلفن‌ها و در واقع مشخصات این افراد بود که عضو بودن و به ما در واقع شرکت می‌کردن تو برنامه. خب مؤسسه رخداد در اون 3 سال من 1,100 تا دوره و نشست و امثال هم برگزار کردم. قرار شد ما دوتا بریم پیش آقای خاتمی به عنوان نماینده جریان جوان اصلاحات، که اون موقع دیگه من دیگه فرزند اصلاحات بودم دیگه، اگه نوه انقلاب بودم ولی فرزند اصلاحات شده بودم، که آقای خاتمی دعوت کنیم ایشون در انتخابات شرکت کنه. خب ما رفتیم دفتر ایشون، همون جایی که دفتر ازدواج رو انداخته بود، از سیاست خودش رو تنزل پیدا کرد، داده بود به عقد و ازدواج و در واقع کار دفترخانه ازدواج عملا ایشون میکرد به یه شکلی. وقتی ما نشستیم کنار ایشون و درخواستمون رو گفتیم، ایشون صدای تلویزیون رو بلند کرد که صدا کاملا چیز بشه، تلویزیون پخش بشه، و چون به ما گفت که اینجا شنوده، سراتونو بیارین نزدیک که من، ما سرامونو بریم نزدیک ایشون. عین همین جمله، عین این جمله، این که دیگه خودم بودم دیگه، که نظام سیاسی، منظورم شخص رهبریه، تفنگ داره، اسلحه داره، رسانه داره، این داره، اون داره، این داره، اون داره، میخواد اینجوری هم کرد سر به تن من نباشه. بعد شما به من میگین بیام من کاندید بشم؟ خب اگر مؤمن مسلمان، اگر تو معتقدی با چنین نظام سیاسی روبرو هستی، چرا در انتخابات شرکت میکنی؟ یا شما تنزل دادین همه چی را به یک خانواده سیاسی و در منازعات سیاسی خودتون اصلا به فکر توسعه کشور، به فکر این سرزمین، به فکر این تاریخ، به فکر این مردمان نیستین؟ یا اگر تو واقعی داری حرف میزنی و فهم تو از سیاست اینه، چرا وارد منازعات سیاسی میشی و با همین پشتوانه مردمی که داری مردم رو دائما وارد بازی سیاست میکنی؟ یه موقعی وقتی میخواستم بگن کشور مخوف جاسوسی فلان، میگفتن کاگبه در شوروی سابق. جمهوری اسلامی رفته توی محضر خاتمی هم شنود گذاشته که ببینه اینا چی میگن. همشون از یه خانوادن، هر کدوم بیان سر کار همین آش و همین کاسه. اصلاح طلب و اصولگرا دیگه نداره. اما ناصرالدین شاه نزدیک به 50 سال در ایران سلطنت کرد که اگر میرزا رضا به اون فرصت میداد، خیال داشت 50 سال دیگه هم بر تخت شاهی بمونه. گذشته از ادبار سیاسی و مملکتداری، ناصرالدین شاه دارای ذوق هنری بوده و به شعر و ادب و نقاشی علاقه داشت.
که آشنایی او با دوربین عکاسی باعث شد که به عکاسی ماهر بدل بشه، که توانست هزارها تخت عکس از حرمسرا تا درباریان به ویژه مردم و زندگی اونا رو به تصویر بکشه که امروز با اهمیته. در ضمن ناصرالدین شاه دارای خط خوشی هم بود و در زیر هر عکس شرح اون رو می نوشت و نام خودش رو با تمام القاب و تعارفات بی کم و کاست می نوشت. این مجموعه گنجینه ملی پر اهمیتی از پیشینه جامعه ایرانه که باید در دسترس همگان باشه. یه عکس رو بذارین. جالب هم اینه که چند وقت پیش، تقریبا یک ماه پیش، یک شخص ناشناسی در حقیقت مجموعه این عکس ها رو همه رو منتشر کرد و آورد بیرون و سر و صدای زیادی هم به پا کرد. اگر به نوشته زیر این عکس توجه بکنید، خط خود ناصرالدین شاهه که نوشته، حالا اگه من بتونم خوب بخونم: تمثال مبارک اقدس همایون و روح العالمین فدا در امارت مبارکه شهرستانک، در حالی که دندانساز دندانهای ایشان را پاک می کند. نهم صفر در ایام فلان، که نمیشه خون دیگه بقیه شو، و فلان و فلان. خیلی عکس های جالبی رو این شخص ناشناس منتشر کرده که بسیار هم جالبه. اما ما تصوراتی همیشه داریم از مطالب ناقصی که میشنویم و اون رو مبنای فکریمون قرار میدیم. یکی از اونا هم ژنه. آقا ژن، البته تو جمهوری اسلامی ژن برتر خیلی مهمه. آقازاده ها میگن ما ژن برتر داریم، همه چی رو از ژن میدونن. بیماری ها از ژنه، خوشگلی از ژنه، کوتاهی بلندی قد از ژنه. اما یه تحقیق جالبی تازگی شده که نگاه کنید چقدر میتونه این باور رو دست به دست کنه. نگاه کن، 23 تا کروموزوم داریم. تو هر کروموزوم ما 1000 تا جینز و ژنز، در واقع ژن هست. از این 1000 تا ژنی که رو کروموزوم های ما هست، 500 تاش ژنای خوب هست و 500 تاش ژنای بد هست. قبلا ما فکر میکردیم هر کروموزومی از مادر و پدر به ما میرسه، ما همینا هستیم دیگه، ویر دوم، ویر با همین چیزی که در حقیقت به ما رسیده باید زندگیمون رو ادامه بدیم. بعد فهمیدیم یه چیزی هست به نام جین اکسپرشن. حالا جین اکسپرشن چی است؟ 2015 بود که کسی هم که با این ایده اومدن که این نظریه رو دادن، جایزه نوبل واسش گرفتن. گفتن که ما اگر کارهای خوب بکنیم، یعنی چی؟ یعنی درست غذا بخوریم، ورزش بکنیم، استرسمون رو منیج کنیم، ها، تمام این کارا رو بکنیم، اون ژن‌های خوب هست که میاد بالا، یعنی اون 500 تا ژن خوبه که میاد. حالا اگه ما استرسمون زیاد باشه، منیجش هم نکنیم، غذا هم خوب نخونیم، ورزش هم نکنیم، وزنمون هم زیاد بشه، اتفاق چی میفته؟ اون ژن‌های بده که میاد بالا. حالا ژن‌های بد که میاد بالا چه اتفاقی میفته؟ دیابت میزنه بالا، کلسترول میره بالا، بیماری قلبی ایجاد میشه، سکته مغزی، آلزایمر، هر چیزی که بگی اتفاق میاد. چرا؟ به خاطر جین اکسپرشن، به خاطر کارهای بدی که ما کردیم و کار خوبی که باید میکردیم نکردیم، اون ژنا به سطح میان و کارشون رو انجام. یک دانش آموز کلاس نهم در کرالای هندوستان به نام آجونات سیندهو از پدرش میشنوه که درباره مادرش میگه او خانه‌دار است و کار نمی‌کند، و از این نحوه معرفی مادرش حیرت می‌کند، زیرا هرگز مادرش را بیکار ندیده بود. وی یک نقاشی میکشه که الان شما ملاحظه می‌فرمایید تا زحمات بی‌پایان مادرش رو نشون بده. اگه به اجزای نقاشی دقت کنین، هر گوشش یکی از کارهایی است که مادرش به سختی انجام میده. او نقاشی را به معلم خود نشان داد. معلم هم حیرت زده شد و نقاشی را به دفتر ایالتی فرستاد و نقاشی وی در آن مرکز برای جلد سند بودجه جنسیتی سال 2021 انتخاب شد و اکنون از معروفترین و گرانترین نقاشی های جهان است که در موزه بزرگ بمبئی نگهداری می شود. دقت کنی می بینین صدها کار مادرش انجام میده، از خانه‌داری و بچه‌داری و دوشیدن شیر گرفته تا همه کارهای دیگه، آشپزی و رفت و رو. وقت پدرش میگه کار نمیکنه که، خونه داره. اما ممیزی یا سانسور در خیلی از کشورهای عقب افتاده، در حقیقت این سانسور وجود داره، در کشور پیشرفته هم نیازی به سانسور ندارن چون مردم
باورشون اینه که مردم خودشون میتونن تمیز بدن بد رو از خوب. البته برای سنهای مختلف درجاتی دارن که شما نمیتونی مثلا فیلم های سکسی رو نمیتونین برای بچه های مثلا زیر 18 سال نشون بدین، ولی سانسور جایی وجود نداره. ولی در جمهوری اسلامی همه چی سانسور میشه، از جمله شعر و ترانه. هر کس میخواد شعر و ترانه ای رو بخونه باید بره پیش آقای ممیز نگاه کنه، حق و اصلاحاتی بکنه. این سری مجموعه ممیزی، کلیپ های ممیزی خیلی جالبه. الان خواننده ای که میخواد یه دختر دارم شاه نداره که شمعی زاده هم اینو خونده بود، همینجا هم سلام دارم خدمتشون، میره برای ممیزی. بریم ببینیم چه اشکالاتی روش میگیرن. ببینیم یه دختر دارم شاه نداره. اولا که آقا دیگه شاه و این حرفا نداریم اصلا توی مملکت ما. نظام شاهنشاهی ور افتاد. الان این فخری برای دختر شما نیستش که لنگه دختر شما رو شاه نداره مثلا. اصلا نمیشه که دختر شما رو کس دیگه صاحب بشه که. میشه؟ شما پدر اون هستید. بنابراین از اساس این حرف اصلا اشتباهه. اشاره به شاه هم که این اشتباه رو پررنگ‌تر میکنه. نمیفهمی من چی میگم؟ نه درست صحبت کن. چی نمیفهمی؟ این چه طرز حرف زدنه؟ حرف بدی زدم من. کجا تربیت شدی شما؟ بگی چیز بدی. بله. چی گفتم؟ بعد بگی مثلا متوجه نمیشی، نه اینکه نمیفهمین. همین سر هم میگیره. بله. استاد متوجه نمیشی من چی میگم؟ نه خیر. متوجه نمیشم. بنابراین شما اینو نباید بگین. شما سعی کن متوجه بشی من چی میگم. الان شما بگیم من چیکار کنم؟ شما میخوای بگیم مثلا دختر من این ویژگی‌هایی داره که دختر شاه نداره؟ بعد طبیعتاً همین رو دارم میگم. بعد دختر شاه مثلا چه ویژگی‌هایی داشت فکر می‌کنی؟ نه همه امکانات داره. شما همین الان عکس‌ها رو سرچ مثلا دخترای شاه نگاه کن. فکر می‌کنی مثلا خیلی دخترای مثلا زیبارو پریوشی بودن؟ ها؟ بالاخره حمام شیر ما شنیدیم تو حمام شیر بزرگ شدن. حمام شیر همین الان شما تو بگید تو منظره حمام شیر برقرار بکنی. کاری نداره که. مثلا میخوای بگی دختر من همه چی تمومه، کمالات داره. فضایل اخلاقی خاصی داره، سجایای ویژه اینا رو اگه میخوای بگی خب بگو یه دختر دارم عیب نداره، این دختر بی‌نقص. نه تنها عیب نداره بلکه خیلی چیزای دیگه هم داره. حالا اون چیزای دیگه رو کم کم به مرور اشاره کن بهش، ولی اینجا نگو شاه نداره، بگو یه دختر دارم عیب نداره. خب صورتی داره ما نداره، چیه ویژگی صورتشون؟ یعنی ککمکی هن؟ یعنی چی ککمکی؟ میگم صورتی داره ماه نداره. صورت ماه رو دیدی چجوریه؟ نه دیدی جدی؟ پر از غفره و چاله چوله. اصلا ماه رو نگاه میکنی قشنگ تو لک و پیس هست توش. اخیراً دیدیم ما از دور که میبینیم یه قرص قمره دی. قرص قمر نشد. نه ببینید شما به عنوان هنرمند باید به جزئیات دقت بکنید. یه دوره میگفتن که مثل قرص ماه میمونه، ولی الان اگر شما اینو بگی افراد واقعا میرن کنکاش میکنن. میدونی دقت میکنم آقا این ماهی که ما داریم میبینیم که پر از لک و فرو رفتگی و یه دختر دارم. نه رومیز نزنی و حسشو بزنی. من براتون بازربه به این خودکار براتون ریتم میجاد. یک دو سه چار. یه دختر دارم عیب نداره، صورتی داره خیلی زیبا. البته شما یه دختر دارین عیب داره. الان شما گفتیم بکنه عیب بل. نداره دیگه. ولی الان میگین یه دختر دارم عیب نداره، یعنی تک فرزندی چیزی بعدی هم نیست، در حالی که این ایده درستی نیست. شما دارین تک فرزندی رو رواج میدین در صورتی که به نظر من خانواده باید داره فرزندای متعدد باشه. فرهنگ تک فرزندی فرهنگ پسندیده نیست، به لحاظ تربیتی هم مشکلات عدیده ایجاد میشه برای اون تک فرزند. حتی خود اون شاه هم که شما قبلش داشتین اشاره میکردین دختر دارم شاه ندارم، خود ایشون هم تک فرزند نبود، 5 تا فرزند داشتن. فجاست. یعنی چه شما الگوتون اون موقع باشه چه الان باشه، به هر حال نباید یه دختر داشته باشیم. نه من استاد من در مورد یه دونه داشتم، اینا بعد تعداد دخترها زیاده. یعنی ما بپذیریم شما دخترها و فرزندایی دارین راجب یکیشون. پس این کلیپ طنزه، ولی واقعیت هم در جمهوری اسلامی همینه ها. بگذریم بریم. بنفشه طاهریان کلیپی گذاشته راجع هفت پیکر نظامی صحبت کرده، خیلی جالبه، بریم با هم ببینیم. سراغ هفت پیکر. هفت پیکر منظور هفت زن از هفت اقلیمه که همسران بهرام گورن. منظومه ی هفت پیکر زندگی نامه بهرام گوره که بخشی از داستان بر پایه واقعیت و بخشیش که مربوط به این هفت زن هست زاییده تخیل عجیب و غریب و شگفت‌انگیز نظامی در داستان پردازیه. بهرام گور بر اساس مستندات تاریخی یکی از خوبترین پادشاهان ساسانی بوده که در دوران حکومتش ملت آقا در رفاه و آسایش و مملکت در آرامش بوده.
نظامی میگه روزی در یک مجلس میهمانی دربار شخصی به سلامتی بهرام جامش رو بالا میبره و میگه سر بهرام سلامت، کاش بشه کاری بکنیم تا همیشه بلا از شما دور باشه. بلافاصله مردی به نام مهندس شیده پا میشه و میگه من معمارم و به نجوم هم مسلطم، میتونم این دو دانش رو در هم ادغام و برای شاهنشاه مکانی رو طراحی کنم که از هر چشم زخمی به دور باشه. من با محاسبات دقیق نجومی میتونم نسبتهایی رو در آسمان در نظر بگیرم و محاسباتی انجام بدم که شاهنشاه پاش روی زمین باشه و بر آسمان حکمرانی کنه. مهندس شیده که میبینه ملت و بهرام هاج و واج دارن نگاش میکنن بیشتر توضیح میده و میگه من برای اینکه بلاهای آسمان رو از سر شما روی زمین دور کنم با محاسبات ستاره شناسی 7 گنبد به 7 رنگ که هر کدومشون از طب و خصوصیات یک ستاره یا سیاره در 7 فلک پیروی میکنه میسازم و هر کدوم از 7 عروس خوشپیکر شاه که از 7 کشور آمدن رو در 1 گنبد سکونت میدم. هر روز هفته شاه و شاه دخت باید سر تا پا به رنگ اون گنبد لباس بپوشن و صبح رو تا شب در اون گنبد بگذرونن. اینجوری بهرام از هر بلایی دور خواهد بود. و بدین ترتیب 7 گنبد به 7 رنگ ساخته میشه. 7 شاهدخت خوش پیکر از 7 اقلیم در 7 روز هفته صبح رو در کنار بهرام به خوشی شب میکنن و شب که از راه میرسه برای بهرام قصه میگن. یعنی مثلا روز 1 شنبه همون مهرشید شاهدخت کشور روم در گنبد زرد برای بهرام 1 قصه میگه و بدین ترتیب بهرام با شنیدن 7 داستان از 7 وادی عشق میگذره و به کمال میرسه. حالا اینکه این 7 رنگ این 7 گنبد چیه و این 7 زن خوشپیکر از کدوم 7 کشور هستن و 7 قصه‌ای که میگن چی هست رو من بنفشه طاهریان در پادکست چای با بنفشه براتون ساده و آسون تعریف میکنم. همین حالا برین و گوش و عشق کنیم. نوش. چقدر 7 داشت. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. با درودی دوباره به بخش دوم برنامه امروز خوش آمدید. داروش باقری هستم در برنامه این روزها. یادمان نرود در دفتر دیکته فردایمان بنویسیم انسان بودن، پاک بودن، مسئول بودن و در اندیشه سرنوشت دیگران بودن وظیفه نیست، بلکه باید جزء صفت آدمی باشد. در زلزله‌ای که اخیراً در کاشمر اتفاق افتاد، یک دوربین در مطب دکتری داره ضبط میکنه. نگاه کنید در لحظه وقوع زلزله همه فرار میکنن جز یک دختری که مادر پیرش رو ورده دکتر. ببینید چگونه خودش رو سپر بلای مادر میکنه. محمود شهریاری گوینده سابق رادیو تلویزیون که مورد غضب قرار گرفت و اخراج شد و ممنوع تصویر و ممنوع صدا و همه چی شد، یه استوری امروز گذاشته بود، نوشته بود شما که واسه زایمان میرید سوئیس، دختر قالیباف و اینا،
واسه معالجه میرید آلمان، واسه خرید میرید ترکیه. ما کسانی که در خاورمیانه به دنیا آمدیم درد مشترکی داریم. نگاه کنید کلیپ رو. هیچ چیز شما را زندانی نمی کند مگر افکارتان، هیچ چیز شما را محدود نمی کند مگر ترستان، و هیچ چیز شما را کنترل نمی کند مگر عقایدتان. در بخش اول یک خاطری از پیرمردی که در تعزیه شرکت کرده بود خوندم که وقتی امام حسین شمر امام حسین رو می کشن و قیمه را آتیش می زنن، تبر برمی داره بره شمر و اطرافیانش رو بکشه که میره میبینه امام حسین و شمر و اینا نشستن با هم دارن خوش و بش میکنن و بقیه ماجرا. اونجا گفتم که این جریان دقیقا جریان جمهوری اسلامی و کاندیدایی هست که اینجوری روی برنامه زنده به هم فوش و بد و بیرا میدن، ولی پشت ماجرا اینه. نگاه کنین. أشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا بي خدا بي جهاز صلى الله بي خدا بي جهاز صلى الله. عرضم حضورتون که تابوت شهید که آمد، مادر کفن را باز کرد، فرزند دلبندش سر بر بدن نداشت. خندید و گفت قول داده بود بیاد و آمد، پسرم همیشه سرش میرفت، قولش نمیرفت مثل الان. آقای رئیسی که یکی از موجبات خنده همه بود و روزی نبود که جوکی ازش در شبکه‌های اجتماعی از حرفاش در نیاد، حالا آقای پزشکیان اومده کاندیدای ریاست جمهوری شده که فکر کنم خیلی رفیق بوده با رئیسی، از همون حرفا رو قشنگ میزنه. سواد سیاسی، نگاه کنیم. یعنی اگر ما قیمت این لیوان 10 تومنه، وقتی ما 10 تا از این لیوان ها رو میخوایم، 100 تومن وقتی دادیم باید 100 تا از این لیوان ها رو بیارن و تحویل بدن. گردون نگری ز قد فرسوده ماست، جیهون اثری ز عشق پالوده ماست، دوزخ شرری ز رنج بیهوده ماست، فردوس دمی ز وقت آسوده ماست. خیام دختر قالیباف که اومدش اون مصاحبه رو کرد که چند روز هیچ جایی رو شما نمیتونید ملاحظه کنید که یک تصویر کمدی از این دختر لوس نونور دروغگو ریاکار نباشه. یک کلیپ امروز دیدم خیلی خندم گرفت، شما هم ببینین. و صرفا به خاطر اینه که تو دختر آقای قالیبافی، من نمیدونم این جرمه؟ دختری قالیبافم
ترانه خیلی قدیمیه ولی خب دلم میسوزد وقتی میبینم توی شهرداری حقوق آنهایی که جدول حل میکنن بیشتر از آنهاییست که جدول تمیز میکنن. جدول خیابون رو خب مسئول شهرداری کیه؟ زاکانیه. یک جمله ای رو در مناظره تبلیغاتیش گفته، البته خب مقصودش چیزی دیگه بوده ولی طرز بیان یه آدم تحصیل کرده، جمله بندیش در یک برنامه زنده تلویزیونی که زنده هم نه ضبط شده، آیا اینجوری باید باشه؟ یه بخشی رو من فراموش کردم و اون هم رایگان کردن خانم های باردار هست و پدر بزرگا و مادر بزرگا. این البته مقت یه بار دیگه بذاریم من توضیح میدم، یه بار دیگه پخشش کنید. یه بخشی رو من فراموش کردم و اون هم رایگان کردن خانم های باردار هست و پدر بزرگا و مادر بزرگا. یه البته مقصودش این بوده که بیمه اجتماعی رو برای اینا رایگان کنیم، ولی شروع جمله اینجوری بوده که باعث خنده خیلی ها شده. کسانی که نمیخواهند به عقایدشان شک کنند متعصب، کسانی که نمیتوانند به عقایدشان شک کنند احمق، کسانی که میترسند به عقایدشان شک کنند برده هستند. اینو برتون راسل گفته. همیشه من خیلی تو برنامه‌ام خیلی راجع به این موضوع آموزش صحبت کردم، اینکه ای کاش در مدارس به جای اینقدر یاد دادن دیکته و حساب و ریاضی و تاریخ و جغرافی که خیلی هاشو الان دیگه با وجود اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و غیره خیلی راحت میشه به دست آورد، البته آموزش این مسائل هم واجب هست، ولی کاش در کنار اینها در مدارس ما عشق و انسانیت و زیبایی و این چیزا رو هم آموزش میدن. یک کلیپ من امروز دیدم از یک مدرسه ابتدایی، دختر خانم معلمی که راجع به این موضوع خیلی قشنگ صحبت کرده، خیلی ترجمه فارسیش هم روی صفحه هست، بخونید لطفا. If somebody can't change something about themselves in 30 seconds or less, then you shouldn't be mentioning it to them. If you say, hey, your shoe's untied, or hey, you have a little fuzzy on your shirt there, or if you say, hey, your pants are unzipped, I wanted to tell you privately because I didn't want you to feel embarrassed, but it happens to all of us. If you tell someone something like that, they can change those things in 30 seconds or less. But if you comment on someone's hair color or hair texture or hairstyle or body, they cannot change that in 30 seconds or less about themselves. Your words have power. If you say something that someone can't change in 30 seconds or less, you say those things. Try to fix it. You try to apologize. You try to take the words back. Take it back, take it back, take it back. And you try to undo what you said, undo what you did. But it's something they couldn't change about themselves, and so it's very messy. You can't totally take those words back. You can't totally fix it. Your words have power, and your words matter. If you walk out of this room spreading kindness to the people around you, spreading love to the people around you, that is what truly makes a difference. ما آماده ایم. ما آمده ایم که با حضورمان جهان را دگرگون کنیم. نیامده ایم تا پس از مرگمان بگویند از کرم خاکی هم بی‌آزارتر بود و از گاو مظلومتر. ما باید وجودمان، نفس کشیدنمان، راه رفتنمان، نگاه کردنمان، لبخند زدنمان هم مانند تیغ به چشم و گلوی بدکاران و ستمگران برود. ما نیامده ایم فقط به خاطر آنکه همچون گوسفندی زندگی کرده باشیم که پس از مرگمان گرگ و چوپان و سگ گلده هر سه ستایشمان کنند. این از کتاب ابوالمشاغل نادر ابراهیمی براتون خونم. استیواروی یکی از مجریان بسیار محبوب تلویزیونی هست که برنامه های مختلفی داره. راجب شیخ محمد در امارات مطلبی رو عنوان کرده که حکمران باید چگونه باشد. خیلی جالبه. نگاه کنین. I don't know how you did this in 50 years.
you look at history, who does this? Show me anybody else that has done this. This wasn't done by money. Money doesn't produce visions. Visions produce money. You've had leadership over here that were visionaries. Great visionaries. And their vision was more about the people than the money. Because you can't accomplish this in 50 years without loving your people first. Because the people are the ones that's benefiting from this. Look at your health care. Look at your road system. Look at your highway system. Look at your airports. Who does this in 50 years? But who benefits? You're going to care about those people. It's something to be learned about what's been done over here that could be duplicated in the world. Because it's people with this much money. You just don't have people with this much love for their people. I love you. ما از مسئولینمون نمیخوایم عاشق مردم باشن، دشمن مردم نباشن برای ما کافیه. الان کشور ما رئیس جمهور نداره، وزیر نداره، نمیدونم خیلی چیزها رو نداره، ولی گوش بدید ببینید. آقا من تحقیق کردم، الان حدوداً 4 هفته از مملکت ما رئیس جمهور نداره، دولت هم نداریم، مجلس هم تعطیله. شما اول فرض خودت نگاه کن، قیمت دلار ثابت مونده، تورم نداشتیم، هیچی گرون نشده، با هیچ جای دنیا دعوامون نشده، نه کسی رو تهدید کردیم نه کسی با ما کار داشته، ترمالی جدیدی هم نشده. در این حد که الان من میخوام انشا بنویسم موضوع پیدا نمیکنم، اینقدر مملکت آرومه. بیادیشه الان هر شب نامزدا دارن مناظره میکنن، مردم هم نشستن تخمه میشیرن میخندن، از سریال های تلویزیون هم خنده دار کردن. بابا بی خدا داره خوش میذاره. میگم ما اصلا بیان رئیس جمهور انتخاب نکنیم، بیزاریم مملکت همجور خودش باز خودش بجرده بهتر میجرده. ببین الان چقدر خوبه بابا، بی خیال شیم دیگه. البته باز هرجور صلاح میدونین، اصلا به من پیشنهاد دادم، باز خودتون میدونین. میگه از کتاب فروشی پرسیدن چرا وقتی نیستی در دکانتو قفل نمی کنی، نمی بندیش. گفت اونایی که سواد ندارن و کتاب خون نیستن کتاب نمی دزدن، اونایی هم که کتاب می خونن دزدی نمی کنن. کتاب اسرار کائنات 2 که چند سال دیگه اصلا نیستش و میدونین از 5 کتابی که این بارها توضیح داد، 5 کتابی که آقای ویکتوری به رشته تحریر در آوردن، شگفتی های جهان، اسرار کائنات 1 که اصلا وجود نداره، فقط رو ای بی و جاهای مختلف 400-500 دلار میتونی هر کتابی رو بخرید، اسرار کائنات 2 هم که اصلا وجود نداشت، و کتاب خدا دین علم و پدیده‌های فضایی هم که ما در حد 2-3 ماه قبل که همه رو تقریبا موجودی که آقای ویکتوری داشتن تقدیم شما کردیم. اما همون موقع ها یک کتاب فروشی به ما زنگ زد و خواستش که به ما گفتش که من تعدادی از کتاب های آقای ویکتوری رو دارم، اگر بخواین میتونم بهتون بدم، که 3-4 ماه همینجوری موندش این جریان. ما هم کتاب های آقای ویکتوری رو که تموم کرده بودیم دیگه قطع کرده بودیم مثلا راجبش صحبت کردن، و با تماسی که با این کتاب فروشی گرفتیم 10-12 تا از کتاب های اسرار کائنات رو داشت که دادن به ما، که گفتن یعنی اجازه شو دادن که ما از طریق تلویزیون اعلام کنیم و بفروشیم. کسایی که کتابای قبلی آقای ویکتوری رو دارن یا حتی ندارن میخوان اسرار کائنات 2 رو داشته باشن، چون اساس کتاب خدا دین علم از اسرار کائنات، کتاب اسرار کائنات 2 شروع شد دیگه، اونجا به خاطر مقاله‌ای که اولین بار اونجا چاپ شده بود. در صورت 12 تا از این کتاب دیروز من دیروز یا پیروز اعلام کردم که 2-3 تاش هم در جا فروش رفت همون موقع، یه چند تا دیگه دونه مونده. اگر کسی اسرار کائنات 2 رو میخواد میتونه با این شماره 818-451-5678 زنگ بزنه و این کتاب هم تهیه کنه. این یک کلکسیون بی نظیره اگه کسی داشته باشه، چون کوالیتی و کیفیت کتاب خیلی خوبه، مطالبش بدیه، خیلی خواندنیه. و 2 کتاب پدیده های فضایی و خدا دین هم از کتاب پدیده های فضایی هم تعداد خیلی خیلی کمی موجوده، کتاب این کتاب فروش داره، چون خود آقای ویکتوری که دیگه نداره.
و خدادین علم رو تعداد بیشتری داره. اگر کسی مایل این دو کتاب رو داشته باشه میتونه با همین شماره 818-451-5678 زنگ بزنه، این دو کتاب رو به همون قیمتی که قبلا تقدیمتون میکردیم، یعنی به جای $200 $120 با $80 تخفیف دریافت بکنه، به علاوه هزینه پستش البته. و کتاب اسرار کائنات دو هم که چند تا دونه بیشتر نیست، اینم دوستانی که قبلا زنگ زده بودن و گفته بودن که میخوان دارن، برای اونا میگم که اگه دوست دارن این چند تا دونه رو میتونن تهیه کنن. 818-451-5678 $200 دو کتاب خدا دین علم و پدیده‌های فضایی، تا موقعی که پدیده‌های فضایی مونده اونم تموم بشه فقط یک کتاب میمونه که خدا دین علم هستش. دوستان اگه مایلین دو کتاب رو داشته باشید میتونید به شماره 818-451-5678 زنگ بزنید و تو کتاب رو تهیه کنید. اما دوستان دستگاه جدید جیل باکس HT500، اگر مایلید که دستگاه جیل باکس HT500 رو با کیفیت بی نظیر HD فول HD داشته باشید، به شماره 818-451-5678 زنگ بزنید. دستگاه رو تنظیم شده آماده در خونتون هر جای دنیا که هستین تحویل بگیرید و دیگه نه نیاز به نصاب دارید نه هیچی. قیمت دستگاه هم $389 آمریکایی هر جا که هستین، به علاوه هزینه پستش، حالا بستگی داره دیگه کجا باشین. اینه که به این شماره فقط زنگ بزنید که دستگاه اصل اورجینال جیل باکس رو میگیرید، وارانتی روش میگیرید که اگه وارانتیتون هم از روزی شروع میشه که دستگاه رو شما نصب میکنین دیگه. این حالا اگه برید آنلاین یه جایی بخواید بگیرید، که اولا توصیه شدید میکنم رو آنلاین نرید این دستگاه رو بگیرید، این وبسایت هایی که نوشتن جیل ویز و جیل باکس و فلان اینا حتی بعضیش هم قیمت خیلی کم هم گذاشتن، ولی آخرش وقتی میرین میبینین دستگاه جیل باکس نیستش یا دست دوم یا خیلی چیزای دیگه. آقا از خود کمپانی با این شماره بگیرید 818-451-5678، خیالتون راحت باشه دستگاه اصل اورجینال جیل باکس گارانتی که ارزان ترین قیمته. و از همه اینا مهمتر دو تا نکته است. یک، تلویزیون پارس و برنامه این روزها رو حمایت کردین بدون یک سنت هزینه اضافی. و آخرین نکته که از همه مهمتره، به این شماره که زنگ میزنین دستگاه رو تهیه میکنین، اگر بعداً سوالی کمکی راهنمایی بخواین، اگر از این شماره خرید کرده باشین راحت میتونین با یه تک زنگ با واتساپ هم میتونین زنگ بزنین به این، یا واتساپ به قول ما ایرانی ها زنگ بزنین به این شماره و سوالاتتون رو بپرسین، که این خیلی مهم به خصوص برای پدر مادرای محترم. شما شماره رو اگه میدین به بچه‌ها که زنگ بزنن حتما تاکید کنین به این شماره زنگ بزنن، نرن آنلاین و اینا کارهای دیگه بکنن. و یادت باشد هر شب قبل از خواب وجدانت را ببوس اگر بیدار. یک ترانه قدیمی از منوچهر، قدیما یادش بخیر، رو تقدیم همتون میکنم. خدایا نگهدارتون. قدیما یادش بخیر، دلا هم آشیون بودن، خوشگلا خوشگل ترا یک کمی مهربون بودن، دخترای سو بلند ابرو کمون غال کردن، تو خونه از چشم نامحرم همه پنهون بودن. میشه ما عاشق بشیم مثل قدیما دوباره؟ میشه اما دل ما اینقدر همت نداره؟ اون دو چشمونه تو هر شب پر خوابه پر خواب، قصه های قصه من یک کتابه یک کتاب، تفلکین دل که تو مکتب خونه یه مهر و وفا، درس و مشقش رو همیشه فوت آبه فوت آب. میشه ما عاشق بشیم مثل قدیما دوباره؟ میشه اما دل ما اینقدر همت نداره؟
گوشه ابروهاتو آفتاب و مهتاب ندیده ماه از اون بالا تو رو دیده خجالت کشیده میونه یک صد هزار دختر خوش قد و بالا دل من دروغ نگم فقط تو رو پسندیده میشه ما عاشق بشیم مثل قدیما دوباره میشه اما دل ما اینقدر همت نداره